سلام و درود خدمت همه شما دوستای گل، وقتتون انشالله که بخیر باشه و با آرزوی موفقیت برای شما. بچه ها اومدم یک سوالی که خیلی از بچه ها میپرسیدن رو پاسخ بدم. اونم قبلا راجع به ترمیم معدل صحبت کرده بودیم که گفتیم آقا ویدیوهاشو نگاه کنید دیگه، الان باز یه سری توضیحات رو براتون میگم. این توضیحات شامل این بود که نظر شخصی من بر اساس پیگیری هایی که انجام داده بودم، خلاصه که بخوام بگم احتمالاً بله فرصت مجدد ترمیم داده میشه، احتمالاً بله، یعنی احتمال 70% فرصت رو میدن، 30% نمیدن. این 70% هم با پیگیری به دست اومده، با زنگ زدن، با حضوری مراجعه کردن و کلی موارد کنار هم گذاشته شده و دیدیم که آقا احتمال این که آموزش پرورش خودش این احتمالا رو بدونه و به نفع خودش استفاده کنه و فرصت ترمیم رو بده که هم به نفع بچه‌ها باشه هم به نفع خودش، بله فرصت داده میشه احتمالا. اما سوالی که برای بچه‌ها مطرحه اینه که فرصت سه باره داده میشه یا دوباره؟ این خیلی شرطه. چرا صندلی من صدا میده؟ تا الان چند سال صدا نمیداد. فرصت سه باره داده میشه یا نه؟ خیلی از بچه ها میگن آقا ما از فرصت مجددمون استفاده کردیم. ببینید سال 400 و حالا امسال که فرصت مجدد بود، به قول معروف از لحاظ سالی فرصت بود، نه اینکه بیان بگن خب ما یک بار به همه بچه ها فرصت میدیم، یک نفر نمیخواد استفاده کنه، یک نفر استفاده میکنه، یک نفر میخواد بذاره سال آینده. نه، از لحاظ سالی فرصت مجدد بود، یعنی شما اگر اون سال ترمیم کردید تموم، ترمیم نکردید دیگه فرصتی نیست. بعد از تموم شدن فرصت ترمیم، وزیر آموزش پرورش اومده توی تلویزیون گفته، من خبرشو دیدم که گفت هر دانش آموز فقط یک بار حق ترمیم معدل داره، بجز امسال که فرصت مجدد رو دادیم به بچه‌ها که بتونن استفاده کنن. تمام. اما باز دارم میگم سوالی که الان مطرحه اینه که آیا فرصت مجدد ترمیم به فرصت سه باره داده میشه یا دوباره؟ ببینید احتمال 90% اگر فرصت ترمیم رو بدن، خب سالی خواهد بود، یعنی مشکلی نیست که شما دو بار ترمیم کردی یا یه بار ترمیم کردی یا تا الان ترمیم نکردی. یک بار فرصت جدید برای افراد مثلا برای سال 404 خواهد بود اگه فرصت ترمیم رو بدن، یعنی منی که دوبار ترمیم کردم میرم یه بار دیگه فرصت رو استفاده میکنم میشه سه باره، منی که یه بار ترمیم کردم میرم یه بار دیگه استفاده میکنم میشه فرصت دوباره، منی که تا الان ترمیم نکردم و اولین بارمه این فرصت به درد من نمیخوره، چون من به هر حال اون یک بار فرصت ترمیم رو دارم، میرم استفادهش میکنم و از یک بار فرصتم تموم میشه استفاده شده. پس از لحاظ سالی به شما فرصت ترمیم رو میدن، نه از لحاظ این که اون فرصتی که به شما داده میشه حفظ بشه هر وقت خواستید استفاده کنید. سال پیش که اینجوری نبود، در واقع فرصت ترمیم برای شما کاملا همین به صورت سالی هستش که به شما داده میشه، مگر اینکه تغییر پیدا کنه برای امسال. تازه میگم این صندلی چرا اینقدر میلرزه، دارم بهتون میگم اگر فرصت ترمیم رو بدن. حالا خیلی ها میپرسن آقا چه زمانی فرصت ترمیم مشخص میشه که بهمون میدن یا نه؟ احتمالا توی زمستون مشخص بشه یا اواخر پاییز، احتمال زیادتر توی زمستون. ولی خیلی از بچه ها میگن آقا ما شروع کنیم بخونیم یا نه، فرصت ترمیم میدن نمیدن، شرایط چجوره؟ اگه دقت کرده باشید ما وقتی میایم صحبت میکنیم چیزی به اسم قطعیت نداره، احتمالاته. مثلا من میام میگم احتمال 70% فرصت ترمیمه، خب امیدواری زیاده واقعا، چون جنبه مالی خوبی رو داره برای سنجش که میتونه استفاده بکنه. خب چه بهتر، هم فرصت مجدد به بچه ها داده میشه، هم برای سنجش خوبه، برای آموزش پرورش خوبه، به همین سادگی. به خاطر همون من بجز با مسئولای آموزش پرورش که صحبت میکردم، با بقیه مشاورام که صحبت میکردم، شاید با 10 تا مشاور بزرگ حرف زدم، هم عقیده بودم با من، یعنی میگفتن که بله احتمال همون 70% فرصت ترمیم حالا مجدد داده میشه، چه دوباره چه سه باره.
داده میشه. ولی از اون طرف خب ما یک عدم احتمال داریم دیگه، 30% احتمال داره ندن، یعنی باید خب اینم در نظر بگیریم، راجع به اینم صحبت بکنیم. ولی به صورت کلی فکر نمی کنم جای نگرانی براتون باشه، شما به مطالعه بپردازید، انشالله که خوب اتفاق میفته و دیگه جای نگرانی به صورت کلی برای شما نخواهد بود. ویدیو رو لایک و ساب کنید. یا علی.